درود بینندگان عزیز، به یک برنامه ویژه دیگر در مورد حسنا سادات از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. سلام عزیزای دل، حسنا سادات هستم. به دنبال از بین رفتن ناگهانی حسنا سادات، یک تن از خبرنگاران و سینماگران افغانستان هم اکنون گزارش های وجود دارد که پدر حسنا سادات می خواهد تا مصطفی شوهر دوم حسنا سادات را به محاکمه بکشاند. گفته می شود که روز گذشته پدر حسنا سادات از خانه حرکت کرده و می خواسته تا شکایت خود را رسما ثبت کند، اما در میان راه و زمانی که مصطفی از این موضوع خبر می شود، چندین تن از مستفیدان پنجشیر را در نزد وی فرستاده و دوباره پدر حسنا سادات را به خانه می برند. مصطفی از پدر حسنا می خواهد تا نگذارد که این قضیه دولتی شود و باید موضوع از سوی مستفیدان محل حل و فصل گردد. در این میان اما پدر حسنا سادات گفته است که من تا این قضیه را دنبال نکنم آرام نمیگیرم. با گفته پدر حسنا سادات، حسنا سادات نباید از سوی مصطفی لتوکوب میشد و همکنون که این کار صورت گرفته است معلوم می شود که حسنا نه توسط مریضی مرگی بلکه پس از آن دست به خودکشی زده است که مصطفی وی را لتوکوب کرده و نظامیان طالبان به محل حادثه رسیدند. مصطفی نیز در بخشی از سخنانش اقرار کرده و گفته است که یک موضوع میان من و حسنا سادات رد و بدل شد و حسنا سادات به یک بارگی از کنترل خارج گردید. با گفته مصطفی، چون سر و صدای ما برای چندین ساعت خیلی بلند و طولانی شد، دروازه خانه ما به شدت زده شد و من رفتم که دروازه را باز کنم که در این هنگام حسنا سادات به سوی بالکن دوید و خودش را به پایین انداخت. دمی ساعت دروازه ما تق تق شد، ما با چاو دروازه را رفتم که ببینم واس کنم که دغل مغال می داشتیم، دغل مغال صدا بلند بود. یک تن از زنان دیگر هم می گوید که حسنا سادات در ابتدای شب محفل تولد یکی از دخترانش را داشته و لباسها را هم شسته بود. بانو حسنا سادات، کارمند پیشین تلویزیون خورشید، در منزل خود محفل خوشی را به مناسبت تولد دخترشان ترتیب کرده بودند که یک خواهرخوانده حسنا سادات میگوید که تا ساعت 12 بجه شب جمعه 9 قوس با حسنا در ارتباط بود و میداند که مصطفی با وی بد برخورد میکرد و گاه او را لتوکوب مینمود. با گفته خواهرخوانده حسنا سادات، مصطفی علاوه بر خشونت خانوادگی مانع زنگ زدن و ارتباط گرفتن حسنا سادات میشد و دوست نداشت که او مانند گذشته کار کند و به بیرون رفت آمد داشته باشد. شکر دیدین به دوستام گفتم که جواب دوم میگم. در ضمن من خودم هم علاقمند به این نبودم که دیگه در رسانه کار کنه. این خواهرخوانده حسنا سادات که نمیخواهد نامی از وی برده شود میگوید که حسنا سادات خیلی دو دخترش را که یکی ستایش و دومی نیایش نام دارند دوست داشت. با گفته وی، حسنا سادات میگفت که تنها و مهمترین انگیزه ام در زندگی دخترانم هستند و اگر او تحت فشار شدید قرار نمیگرفت هرگز دست به خودکشی نمیزد. خود حسنا سادات نیز در یکی از مصاحبه هایش از دخترانش صحبت کرده و از علاقه شدید به آنها صحبت کرده است. همکنون پدر حسنا سادات مدعی است که چرا مصطفی به دخترم شراب داده و سپس وی را با پسر مامایش لتوکوب کرده است. پدر حسنا سادات در صحبت با رسانه ها نیز از اینکه در میان مصطفی و حسنا سادات چی گذشته و روابط آنها چگونه بوده است از مصطفی حمایت نکرده و ابراز رضایت نکرده است. حالا روابط با شوهرش خوب که در بین زن و شوهر چی می باشه بروز گفته نمیتونم. چوکیدار خانه حسنا سادات هم میگوید که مصطفی اکثرا در کنار فرزندان و زن اولش بود و هفته یک یا دو بار به خانه حسنا سادات می آمد. با هفته که دسته با هفته که دو پیره ایلا یا یو پیره دست راته نور هر وقت. منابع میگویند که پدر حسنا سادات در وضعیت بد قرار دارد و برای بزرگترین دخترش به شدت ناراحت است. یک تن از نزدیکان پدر حسنا سادات میگوید که وی از چندین روز به این سو خواب نرفته و وضعیت خانوادهشان هم به شدت آشفته است. با گفته منابع، از چندین روز به این سو شماری از نزدیکان و دوستان پدر حسنا سادات
به خانه پدر حسنا سادات می آیند و وی را دلداری می دهند. پدر حسنا سادات اما می گوید که دخترش اهل خودکشی نبود و یک فرد به شدت با انگیزه بود. با گفته پدر حسنا سادات او همواره پر انرژی بود و زمانی که به خانه می آمد با جوگویی ها و سخنان شیرینش همه را شاد می نمود و کانون خانواده را گرم تر می نمود. چون ایا میفهمین دوست عزیز کسی؟ پدر حسنا افزود است که همکنون خانواده ما سرد و بیروح شده و زندگی برای من هم بی‌معنا شده است. وی میگوید که تنها انگیزه ام این است که هر کسی که در این قضیه دست دارند مجازات گردد و برای دخترش هم دعا میکند. پدر حسنا افزود است که باید پسر مامای مصطفی هم بازداشت گردد و از او نیز تحقیقات صورت گرفت که در شب حادثه چی رخ داده و او در این مورد شاهد چه چیزهایی بوده است. نظامیان طالبان هم میگویند که آنها نیز به دنبال بازداشت پسر مامای مصطفی می باشند. به گفته طالبان پسر مامای مصطفی پس از آنکه حسنا سادات خود را به پایین انداخته است از خانه فرار کرده و معلوم نیست که به کجا رفته و پنهان شده است. طالبان میگن که آنان تلاش دارند تا وی را بازداشت کنند. به گفته طالبان نیروهای آنان یک بوتل شراب خارجی را نیز از خانه حسنا سادات پیدا کرده و یک نفر دیگر را بازداشت کردند. طالبان میگن که تحقیقات طب عدلی هم نشان میدهد که حسنا سادات در شب حادثه شراب نوشیده بود. مصطفی نیز به شراب خوردن اقرار کرده و گفته است که آنها همچنین کار را کردند. از شما عزیزان دل تشکر که تا این دم ما را تعامل کردین. امید که یک کم تا حال ما لبخند به لبای مقبولتان آورده باشد. دوستان عزیز، این بود گزارش تازه در مورد حسنا سادات که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.